بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا ما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فتمهن اللهم صل على محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين والمقربين و نبی الامیه و آله و صحبه اجمعین حضور همه بینندگان عزیز تلویزیون جهانی پیام افغان برنامه اسرار معرفت السلام علیکم و رحمت الله و برکاته بازم خداوند جل جلاله را نهایت سپاسگزار هستیم که عمر بخشید، صحت بخشید و یک بار دگر توفیق عزی را داد تا که در خدمت شما عزیزان از طریق پرده های تلویزیون و شبکه های مجازی در خدم مهمان خانه های شما عزیزان باشم با امید, امی... با امید ای که مثل سابق ما را همراهی بکنین و حمایت منویتان از ما دریغ نداره خب بیننده های عزیز ما مبحث را که هفته قبلی را کردیم البته مبحث ها تسلسلی است و او خاطر باید یک بار مبحث گذشته را یک مرور سریع بکنیم تا ای که مبحث فیلی ما واضح تر شود در مبحث قبلی ما یادآوری کردیم که اگر خود تاریخ بشر ما مطالعه بکنیم امروز بشریت و علما و دانشمندایی که در دا علوم ظاهری یا علوم مادی پیشرفت کردنی به یک روز نبوده بلکه بسیار دولت های ابتداییش قرار داشته به مرور زمان در اثر تلاش نظر به حکم از که والله سل للانسان الا ما سعا نیست انسان مگر سعی و کوششش با اساس لطف خداوندی که به انسان عقل منکشف داده شده و تنها تصرف از این کره خاکی که اگر کشفیات اخترات بکنه بر انسان داده شده که هیچ ارتباط به مغز و به مسائل نمیگیره در حال که ایوانات دیگه بسیار جسامت های بزرگ بسیار قوی نسبت به انسان و مغزهای بسیار بزرگ دارن اما بازم میبینیم که کوچکترین پیشرفت کوچکترین تغییر و تحول در زندگیشان از زمان حضرت آدم علیه السلام تا این دم نا ای که انسان تغییرات میاره تحولات میاره پیشرفتها نصیب شده صرف از برکت عطیه و لقد کرم نابنی آدم است و فضل الله ملال خدای پاک گفته بر همه عالم انسان ما فضیلت داریم خلیفه ایم است نایب است و به همش امتحان است اگر امتحان از موجود دیگه می بود ولو مرچه می بود بونم کوچکیش تمام اینه می تصرفات برادمو مرچه می بود و انسان در قطار دیگه چون یک شادی قرار می گرفت پس ما مثال گفتیم که انسان ها تا زمانی که میکروسکوپ نساختن نه از باکتری می فامیدن، نه از وایرس می فهمیدن را می دانستن اگر چه چه سرخکان، خاکان مورقه هر مرز دیگه آملش اما زمانی که مایکروسکوپ اختراع شد همو بود که نه تنها که عامل فهمیدن بلکه انواع و اقسام میشه فهمیدن چگونگی رشد و نمو میکروبا را فهمیدن چگونگی تغذیه ش و ای که کدامش مفید است کدامش مضر است هم از اینا را فهمیدن پس فهمیده شد که یک وسیله کار بود انسان ها در او وقت هم چشم داشتن حال هم دارن نه او وقت دیدم ایتانستن با این چشم زایری ولو که میکروبا در دمی سه بوده است دول و عرض و زخامت داره با عالم نامره ای نیست دیده نمیتونه امروز هم با می چشم زایری دیده نمیشه مگر ای که ما از مایکروسکوپ استفاده بکنیم به می شکل امروز بحث ها میشه پیرامون حرکت های زمین چاردن و حرکتش میگن از کهکشان ها بس میشه از عمر زمین بحث میشه از تحولات و تبدلاتی که اجرام سماوی رخ می که امکان زندگی است نیست کل از این به چی شد به واسطه تلسکوپ که یک وسیله اختراع شد به واسطه ازو دیدن و این مباحثه را کردن پس انسان چشم داره دیدن نمیتونه در حالی که وجود داره ما پس منکر شده نمیتونیم به این شکل ما گفته نمیتونیم کجاست خدای پاک کجاست جنت کجاست دوزخ کجاست پل سرات؟ یا کجا عالم برزخ که میگم هم یک حیات است که بعد از مرگ شروع میشه تا به روز محشر ادامه میافه این معنا نداره منطق نداره مگر که اگر ما میخواهیم که واقعا در عالم نامرهی در بعد چهارم چیزهایی را که خدای پاک گفته شما ایمان بیارین مسائل را که به این حواظ زایری میشه دا خدای پاک گفته فلا تو آیا شما چشم ندارین آیا نمیشنوین آیا تعقل نمیکنین مثلا ابرها باد خود ریزیدن باران و برفی مسائل که می عقل و حواس پنجگانه اگر می به اینا اشاره کرده. مسائل که بالاتر از اینا هست با گفته فلا یومین ایمان نمیارن پس بخاطر از او وسیله کار است در عالم نامرئی که در بود چهار قرار داره ما از خود بود چهارم وسیله کردیم که روح ما هست تا زمانی که ما روح خدا تغذیه نکنیم و ای رو رشد نکنه و حواس از این مثل از ای که یک تفل میبینیم که حواسش نسبت به ما و شما بسیار حالت ابتدایی قرار دارد چشم و گوش و زبان هم چیزیش چیزش میبینیم که به حکم همش فلج است اما اساستا غذا گرفته میره تربیه شده میره مراقبت میشه میبینیم که واسه خمسیش عقلش رشد میکنه به این شکل از روح اگر مراقبت شوه ای رشد کرده بر آستاستا حواس از این رشد میکنه این هم حواس دارن حواسش خدای پاک شارم فا این نها لا تعمل ابسار و چشمای زایری از اینا کور نیست زایره خوب میبینن ولیکن تعمل قلوب لطیف صدور چشم قلب از اینا کور است که اشاره به چشم روح است یا سمون بکمون عمیون خدای پاک کور کر کر گنگ به فرعون و نمرودا خطاب کردن. آیا با کوری و کری و گنگی میشه که با کره زمین مسلط باشی و پادشاهی بکنی که داشتن فرعون و نمرود اینا اشاره به کوری و کری و گنگی معنوی هست و روحشان است ظاهر خوب میدیدن پس نظر به اشاره شد علامه فیزانی که تا تلسکوپ دل ما ای را فعال نسازیم با واسطه از ای که روح خود غذا برسانیم و او وقت است که قلب حیثیت یک تلسکوپ میگیره کما میتونیم عالم نامری چیزایی که در بود چهار است مثل که اصحاب کرام ملائکه میدیدن ازت جبرئیل امین میدیدن با چشم باطنی میشه با چشم ظاهری نمیشه شیاطینی هم مثلا میدیدن این با در بود چهار است تا رو غذا نگیره امکان نداره نظر به این مبحث قبلی ما بود سوال فیلی از دانشمند که سوال میکنه از عالم بزرگواری است که ای روح خودش هم نامرئی بود چهار هم عالم نامرئی چطور یک چیز نامرئی را ما قوی بکنیم که نامرئیات ما کشف بکنیم حالا ما فیضانی در جوابش بسیار یک جواب جالب را هم شاید بسیار بر ما جالب باشه بر بار اول اگه با بحث ما دنبال میکنیم و مشنه روح میگه چیزی نیست که ایره ما کاملا نامرهی بگوییم دیگه یک چیزیست که هیچ دیده نمیشه مسلمانان ها اکتفا بکنن که خدای پاک گفته قل روح من امر ربی روح از عالم امر است و ما اوتیتم من العلم الا قلیلا و شما علم داده نشده از این روح مگر اندک همی اندک بگویم اندک هم پشتش نگردیم و ما هیچ از روح خود ندانه مرزش هزیره نداره پس همی خود اندک چیزهایی که هست این چیزهایی نیست که نامرئی باشه روح یک چیز وهم و خیال باشه ری و و هی باشه و اثرات تعینی و زینی نداشته باشه این حس نشه واقعا و تک چیز نیست آثار در آثارش بسیار بسادگی فهمیده میشن. آثار از این چی است میگه شما برای شما مثال میگم مثالی از کمی حواس خمسه ما که میبینیم میشنیم گپ میزنیم نت داریم اینی در حقیقت این پرتب روح هست روح وجود داره که ما ای حواس خمسه ما کار میکنن روح وجود داره که می انساج بدن ما اینا با هم چسبیده فعالیت میکنه از هم نمیپاشن و, و, انسان نمیره مثلا بدمی که ببینیم کسایی که فوت میکنن دولتشان حالتشان گذاشته شده یک تفون بسیار بد ایجاد میکنه و میپوسه بدن انسان از انساج از هم میسکلن و جدا میشن پس ای روح هست که یعنی تمام اعضای بدن انساج, انسان انساج و حجرات با همی یک نیروی چسبنده است که را با هم نگه داشتند. و تمام فعالیت هایی که میکنین از برکت روح هست که اگه این منفی شود اگر خطن چون این چیزی وجود نداره مولانا بلخ میرمونی میکنه پرتب روح هست نطق و چشم و گوش پرتب آتش بود در آب جوش شما یک ظرف آب و بالای امتحادی یک جای بگذارین و جوش میکنه هرگز نمیکنه تایی که مگر زیر از شعله آتش وجود داشته باشه شعله آتش که بود با او, او وقت است که مولکولا به حرکت و جوش میکنن حال پرتب روح از قوه روح هست که این نطق از انسانی دیدن ای شنیدن وجود داره. در دا غیر از همی که چی شده میگه فوت کردن میبینیم که شب فوت کرده تا سبا چاشت که دفن میشه مادر در گوش فرزندش چیغ زده گریه داره هیچ دیگه نمیشنون و هر قدر که خلاصه یک نفر نیه به صدا نفر میایه <تصفح> که اینجا فوت کرده با غم شریکی دیگه او نمیبینه و قبل از او اگر میبینیم که از از ظلام سیش ببینیم بی اندکترین اگر خار بود یک سوزن بود اندک دکه اگر داده میشد یک گپ بلند زده میشد می از خواب بیدار میشد از خواب بیدار نمیشن هر قدر که او را شعور میتن و گریه های بلند است هیچ خبر نیست که هزاران توتم که شوه دگه او اخم نمیگه پس چی بود که یک خار اسم کرد یک سوزن اسم کرد نمیکنه یک صدای یادیر از خواب بیدار میشود حالا هیچ هر قدر دو چیغ و فریاد که بده آن نفر گریه داره خور و برادر و پدر و مادر هیچ خبر نیست کل می در حقیقت ثابت نمیکنه که این روبه بده که واقعا می فعالیت ها وجود داشتن پس می بینیم که در خود حیات همی شخص پدر مادر حاضر نیست که یک پلتی گوگرد یک نخ گوگرد در, در بته و برای چند ثانیه پیش یک کلکش بگیرن مثلا می بینیم که رسم رواج های مختلف نظر به دین و آینی که دارن اون دوها مثلا امیر روادار نیست وقتی که بینیم چی شده فوت کردن او را دادم چوب چرقم میچینن همه گیده تصاویر دیدن و تیل و نفت هم انداخته میشه کاملا درد خاکستر میشه این ظلم کاملا چرا میکنن قبلا یک نخ گوگرده نگه روادار نبودن حال چرا یک ظلم کامل چرا قدر مثلا امی ارتباط دیگه کاملا از بین رفته از نظر ظاهری آیا چشم از او کنده شده و چشمش وجود نداره آیا گوشش بریده شده آیا بینیش بریده شده آیا سرش هستنش جدا شده دستا جدا شده هرگز چنین چیزی وجود نداره مگر چی چیز کم شده از نظر ظاهری قابل نمیشه چرا مت یک کار میشه یا در خانه تاریک پدر و مادر مثلا روادار نیست اولادش در یک جای دیگر رایی بکنه میگن نه ترسه چون تو در قبرستان تاریک اهل کتاب نه خاک نمناک میگیرن زندانی میکنن همین جسده در یک جای دیگر برای یک شبان و روز حاضر نیستن که بگذارن و یک جای خوب هم که به سفر چه چقدر پدر و مادر میبینیم به تشویش میشه چطور می کار را میکنن که چرا قبر کنده و به این شکلو، با جای هم نمیشه و با خاکا کوت میشه کلش هم در قلب مانده نمیشه یعنی کل از این چطور کار صورت میگیره چرا امی کس نبود که امی آقایی که چقدر صاحب دانش بود این صاحب چوکی بود موقف بود تصرفات داشت مالکیت داشت بسیار ارتباطات داشت بالاخره از این چی کم شده از نظر ظاهری که ببینیم حاجز کم نشده مگر اینکه از نظر معنوی ما یک موجود یک پدیده معنوی را منفی بکنیم کو معنا بیافه نه غیر از او دیگه جواب نداریم ما بر ازی دیگه توابت هیچ جواب نداره بر ازی پیشکش بکنم پس میبینیم که ما فهمیدیم که روح است که از انساج و اجرات بدن ما فعالیت میکنه و خمسی ما کار میکنه و همین روح است که محبت به وجود آورده قبل از میبینیم که اگه آدمی که دست و پایش قطع باشه هیچ کاری از راهش نبه کاملا حتی عقل سلیم هم نداشته باشه به اصطلاح دیوانه باشه بازم پدر و مادر رو کسا امو اولادش او رو می توتی جیگرش هست هیچ وقت رفته در یک جای او رو دفن نمی کنه. محبت داره تمام اون پرستاریش مراقبتش شمی کنه شب و روز در زحمت و تکلیف از دوستش داره هیچ گپ هم زدن نمی و یک توتی گوشت باشه باز هم که روح هست دوستش داره پس دوستی محبت با روح میشه با جسم خاکی نیست همین که روح برامد یک آدم که تو سالم است میگه بچه این 25 ساله بود جوان بود جت جوانی داشت با مو چهره زیبا با مو دانشه که بر ست و سویه که باشه روح که اوسو شد دیگه محبت خلاص است او حیولا میشه غیر قابل مجالست میشه یک شبه کس حاضر نیست نیزیکترین که اما قبلا کد از او همیشه یک جا بودن. حالا فعلا رو برامده بر آمده سر شب از تا صبح یک کس دیگه باید آورده شو قانون شریف و ترس می داشته باشن یک ترس ایجاد میکنن چرا اول چی بود که قدر محبت ایجاد میکرد حال یک رقم ترس ایجاد شد می میبینیم رو بوده روح هست که مالکیت ایجاد میکنن حتی میبینیم که روح بر آمد دیگه چیزهایی که در جسدش از مالکیت در جسمش از پوشی در مالکیت چه نمیده خیی که زمین و ای دوکارا و یا آپارتمان و اینا پیسایی که در بانک از اینا جایش باشن روح هست که ارتباطات ایجاد میکنه که روح برامد دیگه ارتباطات کاملا قطع میشه خلاصه گپ ما اگر جمع کنیم مبحث ها این میشه که اینال یک مقایسه بکنیم ما جسم مادی خود با خود جسم خود پدیده بود معنوی خود بود مادی ما جسم ما که رشد میکنه و بود معنوی ما ما چقدر میپردازیم در بود مادی خود چقدر ای را گرم نگاه میکنیم و چقدر در گرمی های را سرد نگاه میکنیم چقدر در از از که علایی یک خراشه شد م، م، میکوشیم که ای را دفتن ما تدایی بکنیم و اگر یک درد و یک آرزی ایجاد میشه تا اندوستان و پاکستان میدویم چقدر شفاخانه ها برازی ما جور کردیم و چقدر غذاهای رنگ و رنگ برازی ما تا امروز بشر از نظر جسمی دیگه میبینیم که به کدام سطح سویه پیشرفت کرده و برای خود سهولت ایجاد کرده کی سهولت شده که دوا ساتم بحث بکنیم و شما از این خلاصی نمیافتیم اما به خاطر بود معنوی خود چی کرده؟ مخواب بود معنوی خود دور این که شفاقان های معنوی باشه که تداوی شود و دور این غذاهای معنوی را زمینیش مساعد ساخته باشه محیط جور کده باشه چون مدینه فاضله چون محیطی که اصحاب کرام داشتن حتی بود معنوی خود نشناخته و منکرش شده بزد از این چیزهایی را ایجاد کده بزد بود معنوی خود که رو وجود نداره یا عالم بقا که رو را قبول میکرد مشناخت رشد میداد عالم بقا را کشف میکرد مثل که اجرام زماوی را کشف کرد نگه این کار نکرده حتی منکر رویش شده مولانا باز چی میگه؟ صد هزاران علم داند از علوم جان خود را می نداند دان زلوم داند او خاصیت هر جوهر در بیان جوهر خود چون خره تمام خاصیت های این میوه ای ویتامین ای داره این فایده را داره این سبزی این ویتامین داره این فایده را داره و می‌بینیم که خلاصه همه چیزها رو امروز به شهر می‌فهمه میگه صد هزاران علم دانت به در دا کدام بخشانی است که پیشرفت نکرده لیکن جان خدای نفهمید که از عالم امر از این از عالم قدس آمده و دوباره میخواید که وروج بکنه غذا بگیره کشف بکنه و دوباره وصل شوه هر کسی او دور مان از اصل خیش باز جوید روزگار وصل خیش پس رو گفتن یا بسیار است در مباحث بعدی خود گفتیم و می اندازه کفایت میکنه می بینیم که جملاتی که آخر جمع ساخته ای علامه بزرگوار خود از جملات می خانم. که رو گفته یک مظهر واقعی ثابت منسجم کننده و زنده نگه دارنده بارزش سازنده و حتی قابل محبت و توفت خدا دیگران قرار دهنده بوده و شخص را متصرف املاک گوناگون و قدرت های قسم و قسم تا زمان بقای خود در بدن ثابت می ساده. اما همین که از کالبد برآمد هم ارزش های حسی، مالی، جانی، ارزی، ارسی، نسبی و حیاتی با هر کیف و کان که داره در دست می ده. ای این دکتر سایب، انجینر سایب، وکیل سایب، وزیر صاحب، رئیس جمهور سایب همین و کلش همین ها هم در قد نام که مانده شده بالای روح ما است. امی رو که منفی شد با مجرد که برامد نگن نمیگن که با دکتر صاحب بیارین که شست شو بتیم انجینر صاحب تکفین و تجهیز شوه وزیر صاحب انتقال بتیم به طرف قبرستانی گپونیس قطعا نمیشنون میت کل یک نام میگیرم میت جنازه را بیارین که شس و شو بتیم جنازه را تکفین و تجهیز بکنیم جنازه را انتقال بتیم جنازه چند بجه خوانده میشه نه وزیر صاحب جنازش چند بجه خونده میشه تا ای ایگه نیست غیر معمول است میبینیم که یه حقایق معنوی هست که باید درک بکنیم و بر روح خود واقعا ما ارزش قائل شدیم که در غیر از او دیگه یه جسم خاکی خو چند روز است یک پوش است در حقیقت یک یک قطی مثلا باشد و یک الماس دو داخل از او کل قطی اگر این قدر میشه و بسیار یک جای درست نگد به برکت همون الماس الماس که اوسی شد قطی دیگه ارزش نداره که با بای الماس ما قطی رو بگویم این به اندازه است نگو اون قطی اوس انداخته میشه و میشه رو که اوس شد دیگه جسم ما خاک از بعد از سه الا اف روز با تجزیه شروع میشه و باکتری که تجزیه میکنن اون آساستا همه به با جسد بالاخره استخوانا هم خاک میشه و خلاص اون روح ما میمانه سرنوشت ابدی میمانه که جنت میریم یا دوزخ و امید از ای که نگه توجه همه ما داشته باشیم که نه غیر گفتم که افسوس جایی را نخواهد گرفت خب میاییم سر یک مبحث بعدی را آغاز میکنیم البته این هفته مبحث آخری ما از بحث ماچرا هست که باید نتیجه گیری آخری را بکنیم که تقریبا این لکچر نوم میشه در خود نمان ماچرا رسائل مدرسه قرآن که یک مقدمه است خاطر معرفی شش سمستر معنوی یا کتاب شش جام به تقریمان علم و که یک مکتب توحید مکتب توحید ایجاد کرده و سمسترهای معنوی را که از جای سفر شروع شده به می شکل ایره بر ما به معرفی گرفته در این مقدمه کسایی که با خواستارش بدن میتونن که لکچرها رو دوباره اثر بشنون یا خود امی مقدمه ماچرا رو رساله کوچک که را بیشتر تحقیق بکنن تا بیشتر مطالبش درک بکنن خب سوال میکنه دانشمند میگه رسائل شما را تا جایی که مدید و همین شش جا آمده سوال میکنه این بسیار بالتای بسیار ابتدایی چیزای پیش پا افتاده اشاره شدن یک شخصی که واقعا استعداد داره آیا بر رو از او هم لازم است که بیایم همین کتاب شجام ای را به مطالعه بگیره و پابند مطالعهش باشه بلا انقطاع ای را مطالعه بکنه علامه فیزانی می میکنه که بله یک تفاوت داره کسایی که اگر اونا واقعا هسته توحیدشان خداشناسی واقعی را درک کرده باشند و در این راستا زحمت کشیده باشند تلاش کرده باشند هسته توحیدشان رشد یافته باشه روحشان واقعا رشد کرده باشه اونا میتونن که اسرار قرآن کریم آیاتش که در حقیقت خود شش جام به تقوی ایمان که بگیم سمستر اول و سمستر دوم علام فیزانی 2500 آیات تفکری را که همش اشاره به ایست که آیا به آسمان نمیبینین آیا به زمین نمیبینین آیا برکت آفتاب و شمس و تجریل مستقر الله آدم دارش می کند و آیا به چشمتان نمی بینین؟ آیا به شما زبان و لبها ندادم؟ به میشکل شکل اشارات به اسرار وجودتان به این درخت ها به این افلاک به این کهکشان ها کل از این در آیات تفکری که یک ساعت شب مثلا اگر دقت شود ای حضمت خدای پاک وجود خدای پاک جلال و کمالش اگر ما بیافیم این در قد معادل 60 سال عبادت است یک کسی که اگر تمرین داشته باشه همچون یک چشم آشنا داشته باشه که فعینا ما تولو فسن مواجه الله به حکم از یایه هر سونی که چشمش اگر دار به واقعا جمال و کمال خدای پاک ده هر چیز ببینه ما خوردنی های زایری خواهمش به حکم خاک و آب است که ترکیب شده برای ما انواع و اقسام سبزیجات آماده شده انواع و اقسام میوجات آماده شده یک کسی یک ذره سلات شکل به بیاره یک زلات خوب میوه جور بکنه یک ترکیب دیگه خلاصه غذای جدیده که بیاره او را بخوریم ما بسیار لذت میبریم و تعریف میکنیم که چرا قم جور کردی را اما قسم که مواد که از چی ترکیب میشه برای ما رنمایی بگو بسیار تعجب میکنیم تشکری میکنیم خوش میشیم در که کلش به حکم عزیز که خاک و آب منچیشه که ببینیم خاک و آب از شای آفتاب ترکیبی زیادی صورت گرفته ای و دست صفره پیشروی ما قرار گرفته که ما باید اولین چیزی را که ما ببینیم دست بلا کیف خدای پاک ببینیم که چطور از خاک و آب انواع و اقسام میوجات و سبزیجات و حبوبات ها. با رنگ های مختلف، با دیزاین های مختلف، با تم مختلف حالا برای ما با اندازه مختلف ساختن و با مواد های مختلف ویتامین های مختلف که ما از او لذت ببریم هم چشم ما لذت ببره هم سه مال ما لذت ببره هم در وجود ما انرژی تولید کنه هم کمبودای وجود ما را پورا بسازه یک ویتامین کمبود چه میبینیم با چی مشکلات ما شب کوریا به وجود می استخوان های ما, ما شکنند میشه انواع و اقسام خلاصه خلق تنگ مسائل به وجود می ما. مافیت ما پایین میه کلش از خدای پاک میبینیم که به قدر مزایا را گذاشتن. اول باید هم اگر همچی یک شخص وجود داشته باشه که همونت یک حالت داشته باشه میشه که او به زودی با چند بار خواندن میتونه که تمام اسرار را درک بکنه در غیر از او اگر یه حالت معنوی را ما نداریم اول میبینیم که کدام سیب کلان است و از کجا شروع بکنیم و چه رقم و تمامش خلاصا لذت های همون میه و افرازات لعاب در شروع میشه و نگه هیچ چیز ما فکر نمی کنیم. حتی بسم الله ما میره میگیم تقلیدی میگیم نمیگیم به اون مفهومی که به نام خدایی که از ای خاک بر ما این انواع و اقسام میوجات و سبزیجات و کشید نه این صورت ما باید با مطالعه اصول ششگانه جامها ما باید پابند باشیم چرا که امو سیستم است که پیامبر صلی الله علیه و سلام بالا اصحاب کرام تطبیق کرد آیات تفکری بود نماز و روزه و زکات حج و وقت نبود بس اصحاب کرام تلقین میشد که ذکر در همه وقت و همه جا انجام بدن زبان تا تر نگاه بکنین و پیامبر سلام این آیات تشریح میکرد به صحبت مبارکشان تماما نور و فیوزات بود و این را به با باطن اصحاب کرام انتقال میداد به واسطه صحبت های پر همین صحابه خاص صحبت گرفته شدن همین بود که صحابه کرام استاستا حواس معنوی از اونا رشد کرد و اونا یک چشم توحیدی یافته بودن در چیزی که میدیدن با چشم توحیدی میدیدن اول غذای معنوی را میگرفتن نبود که غذای مادی را نگیرن حس زایقیشان مثلا لذت نبرند یا کمبودای وجودشان پرنش انرژی نگیرند یا چشمشان اول چی را میگم غذای معنوی نور را میگرفتن گر خوری یک بار از معکول نور خاک ریزی بر سر نان و تنور پس این رسائل به خاطر امیس ما گفتیم ما چرا این رسائل میخوانیم به که همچی یک زبان بیافیم مثل اصحاب کرام که به یاد خدا تر باشمیش همچی یک چشم بیافیم که در هر سوی دور بخوره از چمن تا انجمن چشم بیدلگونه باشه جوش بهار رحمت از دیده هر جا باز میگردد دوچار رحمت است هر سونی که دور بخوره تیر رحمت خدای پاک اصابت بکنه و ما جمال و کمال خدای پاک ببینیم غذای معنوی رو بدون شک غذای مادی از از که از این خاک از این خاک که از این دنیای پست و دون مثلا ساخته میشه این برای ما لذت ایجاد میکنه غذای معنوی ایجاد نمیکنه بدون شک بده ها چند و بسط ها چندش ایجاد میکنه اصحاب کرام کونا توانستند در مقابل گرسنگی ها استقامت بکنن خیانت نکردن وطن فروشی نکردن دست با معامله نزدن چطور بود که با چند خورما اینا تحمل میکردن همه سختی مشکلات ها. کلش میبینیم که غذای معنوی یک چیزی بالاخره باش یک پشتوانه در غیر زود چرا دیگران نمیتونن یک سال دو سال پنج ساله و بیخی تا آخر عمر همه چیزش داره پیسایش اگه ضرب تقسیم شون بازم یه غم داره تشویش داره که در تشویش اینمی یک رنگ شب و روز در تلاش است و مو بیشتر شده میره نگه تایی که بیشتر و بیشتر بازم جمع بکنه تشویشش رفنه سوابی کرام سوار غذایش نداشتن بازم لیکن با مو توکل حقیقی با غذای معنوی که میگرفتن گرفتن لذت می شکوان نداشتن و خیانت نمیکردن کمی که گشت نموندن برن دگه اولی همسایه را دوزی رازنی بکن برو تجاوز بکو به مال مردم ناموس مردم دار و ندار شبه بل یه خواه کار مسلمان نیست مسلمان با مو رزق که خدای پاک تعیین کرده باور می داشته باشه ما غذای معنوی که گرفته بره او است او که خدای پاک با واسطه غذای معنوی صبر ایجاد میشه و بدون شک و ارزقهم هم من حیز الله است. خدای پاک میگه من شما تقوای خدا را پیشه بکنین یجعل له مخرجا در هر تنگنایی که قرار بگیرن در هر سختی که قرار بگیرین پیش خدای پاک ناممکن وجود نداره ای خود ما باور داریم با مو میگم میگه من مشکلش حل میکنم یک راه حل برش پیدا میکنم به هر مشکلش و ارزاق هم روزیش میتون من های سلایت از جایی که هیچ گمان نکنم هی هست وعده خدای پاک این الله لا المیاد خدای پاک شک نیست پس اینجا بازم دانشمند سوال میکنه که میگه اگر بیشتر معلومات بتین میگه شما میفهمین که همه علم ریاضی رو برتان مثال میزنم که از علم روز بیشتر درک بکنین یک طفل که می رسن اول اول به و اعداد حسابی اشکال اندسی آشنایی می آفه خوب اول باید اعداد بشناسه خوانده بتانه که 22 هستی 33 هستی 45 هست با سی رقمی و چهار رقمی را با بعد با برش ضرب زبانی یا یاد داده میشه. که به همزمان چهار عملیه که شروع میشه، جمع تفریق و ضرب تقسیم سر از امید دیگه شروع شناخت اعداد و خواندنشون نوشتنش ضرب زبانی و چهار عملیه بسیار کار صورت میگیره چندین صنف تایی که خوب پخته شود اول یک طفل هم می بینیم که اگر یک هفته میخونه یک افت دو اف سه هفته با یک چرت میزنه و حساسا تیز شده میره که سه اف بیست چهار و خونده میره پس آنا حتی می هفتشت که بگویی اگر شروع گفته نمیتونه دفتن بعدا میگم. هشتش بگوی 64 میگه کلش در سر تمرین این بخشه را که تمرین میکنه خوب که پخته شد با روزو با کسر آم و اشار و لگارتم و منوم و پلینوم این بخشه دیگه که میایه به سادگی پیش رفتم چرا که تهداب پخته است در همه هم, هم یه انواع محاسبات اگر ما دقت بکنیم یه یعنی علامه بزرگوار اشاره میکنه که در کلش خواهی نمی ارقام اعداد، حسابی می زرب زبانی می عملی وجود داره اصول به می استوار است اگه این خام باشه کس کسی دیگه ای چهار عملی را وجود نداشته باشه و بعداش هم لوگارتم و اینا رو علمت و مشتق اینا رو میتونه حل بکنه هرگز نیست پس به این شکل در معیات معنوی ما برای ما اشاره میشه که ما اگر میخواییم روی خود غذا برسانیم در شروع مطرح شد که رموز پیشرفت مسلمان های صدر اسلام چی بود؟ نورین تیمان استه تویل استه خداشناسیشان بود که خدای پاک به خاطر این کشف و رشد ازی توید از ته خداشناسی 2005 ستایت نازل کردن که ما باید خدای خدا بشناسیم شناخت حاصل بکنیم تا اینکه که خدای پاک نشناسیم ما هرگز موفق نمیشیم که بر روح ما آنچنانی که با مو شرایطی که داره بر روی ما غذا برسانیم ما میبینیم امروز آی چی رو ملامت کنیم نماز, ملامت... نماز خوب میخوانه ده سال از دو بار سه بار حج کرده رشوت میخوره خیانت میکنه همسایش حدستش دمان نیست ما حج بد بگویم ما نماز بد بگویم ما روزه را بد بگویم کی گرفته نه خیر نه اسلام ندارد به ذات خود ای بر ای در مسلمانی ماست یک کسی دواره گرفته غلط استفاده میکنه دوار از از دوا غلط استفاده کرد بدتر در بدنش بیشتر ایجاد میکنه مشکل ایجاد میکنه تا از بین میبره اگر دوزش مثلا مقدارش زیاد بگیره کم بگیره گد بگیره و چند بار در روز بگیره در وجود که یک بار مثلا بوده یا چند بار سه بار بوده یک بار بگیره کل دیگه به اساس قانون است به اساس یک نظم است پس به می شکل مشکل اصلا دهی که اگر اعمال انجام میشه امروز در عالم اسلام و می بینیم که او شخص واقعا سالم نیست مشکل در خودش است میره ممنون آجالدین اینم قرنها پیش چیز ما در این انبار گندم میکنیم گندم جمع آمده گم میکنیم ریزار ریزه ریزه, ریزه صدق هر روزه چرا جمع می ناید در انبار ما همین صدق هر روزه سی سال و چل سال اگر جمع می شدی از ما یک ولی خدا جور میشه چرا جمع نشده نگم میگد موش وجود داره اینجا شیطان وجود داره ما خدا رو نمیشناسیم با موش شرایط کاملش ما عبادت انجام ندادیم خدا رو با او عظمتش که ما درک بکنیم در مقابل از او خدای بود تو ذات عظیم اگر استاده شویم سبحان ربی العظیم با اون مفهوم خوانده شود سبحان ربی العلا با اون مفهوم پیش یک کسی اگر ولی سر از جمهور است یک کسی برای بسیار بمی تندی که نماز خوانده میشه مثلا مفهوم این گپ همیش نفهمه تی گفته بره بگه ای بکشین یه عدب یاد نداره تا باله نمازها باگ میبیخی به عدبی میاید خداوند لطف کنه که ما واقعا دک بکنیم و با مو ادب کامل با مو شرایط کامل شبادات به جای بیاریم پس شروع کار همیست که ما ای 2500 آیت باید ما تفکر بکنیم که یک ساعتش اگر وقت میگذاریم که در سمستر جام اول و جام دوم است گفتیم با حکم 60 سال عبادت بریا هست مقبول است. پس اگر ما یک کار بکنیم چیزی که حاصل میشه برای ما دو چیز است. یکی که ما که تفکر کرده بودیم آستاستا در ها از روی از این آثار که مواد منظم آماده است آستاستا چشم ما آشنا شده میره هر چیزی که در بیرون میبینیم آستاستا از لذت زائریش به بسیار سادگی مگذره ما عمیقا بسیار اصد میریم با آم جمال و کمال خدای پاک رسیب میبینیم که چیگونه ای رنگ سرخه از این خاک خدای پاک ایجاد کردند ما خو رنگ سرخ نزیدیم یک چیز در بیرون، یک سیب پلاستیکی را رنگ زرد اگر رنگ کردیم زرد اگر سرخ سر چیگونه از این خاک سرخ با می‌بینیم، سیب زرد تمش با مختلف دیزاین‌های مختلف با می‌بینیم، از اونجا شفتالو برامده زردالو برامده انار برامده ناک برامده این خاک بیشور از کجا فامید که بر ما انار بته بر ما سیب بته اونجا که تندی خواستیم مرچ بته اونجا که گفتیم نلیمو، لیمو لیمو بر ما خاک بته ای توانایی را از خاک بدانیم از خود بدانیم ایش خود ما می و دیگه ایش کار نداریم پس می بینیم که به طریق ساده اگر ما مشاهده نندارتو نکرده بریم به با تقسیم اوقات منظم که از یک جای منظم شروع شوه، همه چیز یک بار پیش خود ما چیزهای ولو پیش پا افتاده است بگذرانیم و از زبان خودم ما به یاد خدا آستاستا عادت داده بریم زبان و چشم که بالاش کار بکنیم این بالای مغز و قلب ما تاثیر مستقیم داره انسان خود کلمه انسان که خطاب شده یا انسان از اون گرفته شده زود خوی گرنده زود عادت یابنده است یک یا کس دیگه زیاد مشنوه مثلا موزیک خواندن هر و را که مشنم از اونم هنرمنده در گاستاستا یا دلش در موزیر لبش زمزمه هست. یا بلند زمزمه میکنه عادتش هست میشه به این شکل خلاصه اگر ما یاد خدای پاک تمرین کرده برای مستاسا زبان آشنا میشه و, می و این عادت میگیره یاد خدا را کرده میره به این می شکل چشم عادت میگیره که جمال و کمال خدای پاک را ببینه اگر ما این ذکر و تفکر آوردیم در زندگی خود دین تنها پنج وقت نماز نبود 5 پنج پنج دقیقه وقت بتیم دیگه دیگه بیست پنج دقیقه خلاص شد دین قاد بکو و دیگه و خیانت و فساد و رسانی که از انجام داده برو. هی که بیاید دیگه ما هم در همه حالت ما خدا را حاضر و ناظر میدانیم سمی میدانیم بسیر میدانیم خبیر میدانیم علیم به ذات صدور میدانیم با کو کسی که خیانت بکنه اینجاست که فرمول قرآنی با میاید مستاقشی است که و اما من خواف مقام ربی حضور خدا با واسطه ذکر و تفکر چنان مستولی میشه که و میترس از استادن به حضور پروردگار سب و روز که جواب گوی باشم و نه نفس عن الهوا و هوای نفسش نهی میکنه میفهمه که هوای نفس است مرا میبره به طرف دوزخ میفهمه که وسوسه شیطان از دیگر یا به او حالت میرسه با, با واسطه نور خداوندی به وسط فراست مؤمنانه و کسای دیگه که شیاطین انسی که ایره دعوت میکنه به طرف الله لح و به طرف فحشا و منکرات میفهمه که شیاطین انسی لشکر شیطان از هرگز لبیک نمیگه هرگز معامله نمیکنه و جاسوس و اجنتش نمیشه و صرف بنده واقعی خدای پاک می باشه که اولیا و اولیای خدا و مسلمان های واقعی به میشکل بودن پس این ذکر تفکر که جا گرفت در زندگی انسان فایده شمی است که بالاخره نمازهایی که پنج وقت می خوانیم به صورت واقعی خوانده میشه با حضور قلب خوانده میشه با معدب کامل خوانده میشه و این قوی ترین غذا هست نماز بزرگترین عبادت است روح ما رشد می و قوی می شه این غذاهای معنوی را خصوصا پنج وقت نماز که بر از سه وعده غذایی داریم ما صبح و چهار و شب خدای پاک پنج وعده غذایی بسیار مقاوی و کامل بر روح ما نماز را گذاشته در هر شبانه روز و یک ماه رمضان که من انقدر نفس ضعیف می سازه و زیر تسلط انسان می به صورت واقعیش گرفته شوی هر که بوری مثل از که تفل میگه از مادر تازه تولد شود تو پاک میکنه مال ما را زکات به همچه شکل پاک میکنه ما او وقت است که عبادات ما قید به شرط که شریعت تعیین کرده به صورت احسن و با مشرایط کاملش بجای میاریم حتی به میراج اصلی که پایم بسلم نماز گفت از سلات و میراج المومن نماز میراج مومن از امام میراج حقیقی ما را میرست از تلی رضی الله و نو و زخم برداشته بودند که جو تبا و نزیک شدن میدانه درد بسیار زیاد داشت وقت نماز رسید گفت ساده بهشون بکشین در با حضور خدای پاک در غرق بود اما کشیدن چه خبر خبرم نشدن این کلش نمازهای ما چقدر تفاوت از زمین تا با آسمان نگه میبینیم که خلاصه فایده خواندن از این رسائل مکتب طویده برنامه شمیست که شروع میکنه ما را با این چشم و زبانی دوز به بدن و دو عبادت که از اساسات شریعت محمدی صلی الله علیه و سلم است چیزی نیست که نویر علم و فیضانی ایجاد کرده باشه ذکر و تفکر که در قرآن و حدیث وجود داره 45 آیت درباره ذکر 2500 آیت درباره تفکر همین هست که استاستا ایره که انجام داده بریم استاستا ما کوشش بکنیم عبادات مقید به شرط درست بجا بیاریم او وقت است که یک مسلمان کامل می باشیم که دست و زبان ما حد اقلش به دیگرها ضرر نمی رسن اگر این کار جامعه اسلامی همچه یک حالت باشه همگی الگو می گیرن افغانستان یک کشور که کسی ضرر نمی رسانه دو کنه باز به با کسی دوزی نمی کنه کسی تجاوز نمی کنه نه نه دین میگن همه می واقعا مشتاق اسلام میشن ما چی کردیم نگه می بینیم که چیگونه دوزی این مردم که می بینن تیوری را میخوانن چیگونه از عمل ما را می بسیار فرار می کنن اینا میگن ای دین نگه بیچ عملیش وجود نداره صرف در است، هست در عمل چیزی دیگه هست خدای پاک لطف کنه تا یکی که ما شما هم چه مسلمان های علمی و عملی چون صدر اسلام صوابی کرام باشیم تا دیگر را با دیدن اعمال ما واقعا اونا مشتاق ایمان و اسلام شوند میریم به طرف یک وقفی کوتاه بعد از وقفه به بحث دنبال خواد کردیم مذهب زنده دلان خواب پریشانی نیست از همین خاک جهان دیگری ساختن است اسرار معرفت هدف زندگی اسرار معرفت هدف قرآنی اسرار معرفت خوشبختی دو جهانی کله له بهش څخه از مکی خاورین کره ترا و سرگردان شو دلگان شمیر مادی معنوی اقتصادی و فرهنگی او نور و واکیا و سرمخامخ شو و در جستجوی گمشده های فطرت خود تحقیق و تلاش نمود تا گوهر های گران قیمت خرد و عشق ایمان و اخلاص اخلاق و عدالت شرف و قانون هم سیستم مثاله مت آمیز وا عروج به ملکوت اعلی را دریابید. من <تصفح> یک مرغد حقتو لو چرن و فلتن و د لاس تراوندو مجموعه د اسرار معرفت در ذخناخ خبرونه په منظم و دیوی دیگانو کې د پیژندل شویل وړ متفکر او تکرم مبلغ استاد متسمل امسبی عارفانه او لشو روزوګنه ډکو ویناوال خبرو کې لپای نترپای پوری ترتیب او زای پزای گر ز سر معرفت آگه شوی لفظ بگذاری و سوی معنا روی اگر می به اصل خیش وست شویم اگر می خواهیم جواهر گم شده گران قیمت وجود خود <تصفح> را دریابیم اگر می خواهیم از نابترین اسرار قرآنی و عرفانی مستفیز شویم لطفاً به نوار ویدی ها و سیدی های برنامه های همیشه بهار اسرار معرفت دانشمند اندیشمند استاد معتصم به مذهبی مراجعه نمایید و از این همه امتیازات بهرهمند شوید برای سفارش خود لطفا با ما در امریکا با شماره تلفن 847 305 2806 در کانادا 416 305 4311 و در افغانستان با شماره تلفن 700 260 833 تماس بگیرید. برای سهولت بیشتر بینندگان عزیز، امتیاز فری یا ارسال رایگان با نازل ترین قیمت ها مد نظر گرفته شده است. با حمایت مالی از برنامه خودتان، اسرار معرفت صاحب اجر دارنگ شوید. اسرار معرفت خوشبختی دو جهانی خب بازم بسیار خوش آمدین به امید از ای که خسته نشده باشین و بازم ما را همراهی بکنین بیننده های عزیز چیز دیگه که سوال آخری که مطرح میشه ای است که ظلام فیضانی همین یعنی شش جام به تقوی ایمان نام کتاب که مانده شده میگن چرا نامش جام ماندن هم نامش جام است هر رساله از یک شش رساله است هم میگر هست و نامای جداغانیش هم که قبلا گفته بودیم نامای جداگانه مثل خودشناسی خداشناسی جمال و کمال سانه جلود مسناد انسان اسرار قرب انسان فلسفه انتان اسرار خلقت تا برگاه مزمت الف وای اسرار قرآن این نامای جداگانه هم دارن جام از چه خاطر گفتین؟ جام خب بیشتر آشنا هستیم که برای شراب استفاده میشه اینجا میگه چطور ای را جام نامش گذاشتین؟ اشاره میکنن که از مطالعه هر رساله در هر بار کسی که واقعا را پیگیر میخواه به صورت تحقیقی این مکتب فرا بگیره هر باری که ایره مطالعه میکنه ولو به تکرارم هم میخوانه به با باطن شخص امی قاری و مطالعه کننده اسرار قرب سرازیر میشه ای درک کرده میره که واقعا قرب خدای پاک با وسطی حرکت های زایری نمیشه که ما هیچ خداشناسی نداشته باشیم ما ایج ارتباط در طول روز نداشته باشیم صبح تا بچاش به غیبت دروغ کینه بخل عادت، در جانزنی با چاش حساد و ما بگوییم که با او وقت آرزو یزیر داشته باشیم توقع یزیر که ما نماز با حضور بخونیم تماما اون صبح تا بچاش چیزی را که تیر کردیم پیش روی ما فلم شیطان تیر میکنه و دکه بیخی یک بیادبی واری میشه و ما اساسا با درک کرده بیریم که با ذکر و تفکر اصرار کار بی بیخی از اساسات از با حکم فرض قرار میگیره ما این را در شروع دولویت کار خود قرار بدیم و دیگه چیز دیگه را که درک میکنیم حکمت های ما و طبیعه را چقدر که ما دانش داریم در دا تا فیزیک شناسایی علل و اصول اولیه خلقت تمام این مسائل از نگاه معنوی ما درک میکنیم که عرش و لو قلم جنت دوزخ کجا هست چی گونه هست با چی کیفیت هست از کجا شده این دنیای فونی چی هستی که ملک میگیم اینا در کجا از کدام فلک دارن شیطان که میگه می از کجا وسوسه میکنن اینا تولد تناسل دارن، همه این مسائل ما از خواندن از این رسائل میتونیم که درد بکنیم و این جام به این خاطر است که از جامای زایری شرابای زایری که از کسایی که مینوشن برشان عقلشان منجمت میشه لایقیلی رخ میته و بعضا به خود احساس میکنن در غیر از او دیگه کاملا از خود به خود میشن و مدهوش میشن یه از او چیزی که نتیجه که زاده میشه زوق و شوق زایری و شهوانی زاده میشه بعد از او آخرش هم خستگی و حتی جنون به وجود میاره چقدر مشکلات دیگه که از نگاه طبی داره در دا کبد و غیره اعضا اما این جام ها جام های معنوی هست هر رساله به حکم یک جام معنوی حافظ علی رحمه یا شعرهای بزرگ دیگه عالم اسلام اونا می گفتن و می همیش یادآوری کردن در شعرهایشان که خب میای زایری نیست علامه فیضانی را جام گفته هر رساله به حکم یک جام معنوی دانسته کسرار قرآنی را با موسی سال که گفته درد از بود که چرا عالم اسلام قبل مونده و چطور شده که بالاخره این مسلمان ها واقعا مسلمان های تحقیقی و علمی و عملی باشد از زبان در لفظ نی در بلکه در عمل چون اصحاب کرام باشه. تا اینکه واقعا عملا نرزه بکنن همه گی تشنی حقیقت هستن و همه گی بپذیرن و بالاخره بشریت با از جنگ جهانی هم که در پردگاه نابودی قرار دارد از این حالت نجات بیا فعدالت واقعی و کنفروا شود همه برادری و برابری و مساوات اصلی که از فقط میار, تقریب، میار برتری تقوا باشه در به شکل زندگی بکنن و هیچ کس دیگه ضرر به کس نرسونه پس این جام معنوی هست که هر باری که خوانده شود به حکم نوشیدن یک جام جام می معنوی هست که هر قدر که به تکرار به انجام میگه از اول تا آخر چیزی که نتیجهش هست نتیجهش او خستگی و جنون نیست نتیجه شوق و ذوق زایری شهوانی نیست بلکه معنوی هست از اول تا آخر مه در و خود جملهش هم میخوانم که بسیار دوست دارم این جملات ها. اما از نوشیدن هر یک از جام ها چقدر, چقدر, که به تکرار انجامد از اول تا آخر مه در مو و صفا در صفا و کشف حقایق از اینجا تا عالم بالا در کلیه اشیا بیاری و مددگاری حضرت مولا جل جلاله او دست آره و از آن حالت به او دست دهد کو داند و دلش که گویند من لم یزق لم یدرک کسی که نچشیده باشد درک نکنه مه در مو صفا در صفا اینی مو شدن اوصاف بشری به اوصاف عادات بشری کلش به صفات خداوندی همه او میشه دیگه ما چیزی نیستیم عقل از او چشم از او گوش از او دست از او زبان از او تو از کجا شد که خودت دانشمند بگی من بگی انا بگی هم در حقیقت مالک هر شی خداست این امانت چند روز نزد ماست هم چیز از از آن خدای پاک است این هم خدای پاک می روانی کرده که یه همه چیزهایی که می بینیم فی ماتا خدای پاک برای شما داده فقط به خاطر چی از لیابلو اکام یکی را زیاد داده یکی را کم داده یکی دانش زاد یکی دانش زاده، یکی پول زاد یکی, یکی پول کم به می شکل یکی چهره خوب یکی چهره مثلا خوب نداده مقبول نداده کمتر مقبول کلش به ای که یکی خد بسیار بلنه یکی خد بسیار کوتا امتحانتان به خاطر امتحان است هیچ چیزی ما از خود ما نداره همه چیز از جانب خدای پاک داده شده و که تفکر کرده بریم این جامعه معنوی رو نوشیده بریم همه قدر ما یک حالت توحیدی پیدا میکنیم که همه چیز از آن خدا میدانیم و را زیر باران رحمت خدای پاک خدا احساس میکنیم که ما این تو دونه تو سوا می از ما هیچ شمارشش دیگه بیخی آجز هستیم که نمیتونیم حداقل تنها تنا چشیم گوش زبان و میشکل بشماریم تا ما آخر عمر کمی قصدمی کار تنا کار موظیفی ما باشه ما نمیتونیم پس کسی که ایره نچشیده باشه دیگه این حال از این بالاتر دیگه در تشریح نمی گنجه. امتحان کار است که امتحان شرط است که ما امتحان بکنیم جام معنوی را این جامعه معنوی را واقعا کایات قرآن کریم از اسرارش است و وندی شده ای 2500 آیت اسرار قرب ما یک بار امتحان بکنیم بلا این قطع بخوانیم استقامت داشته باشیم با خود ما درک میکنیم که واقعا چه لذت داشته باشیم میگیم راست گفته ای مولانا که اگر خوری یک بار از مکول نور خاک ریزی بر سر نان و تنور کل گپ ما می نمیشه که چی بخورم چاش چی بخورم شب نگه آخر هفته اینی رو بخورم اینی پروگرام اینی کل نگبی باشه و اما عواص های زویری از نگاه معنوی هیچ خبر نباشه با او وقت بسیار به معالت قرار میگیره که به اندازه ضرورت میخوریم نگه تماما تلاش ما ایست که از این میای معنوی را بیشتر سر بکشیم و همون مه در مه و صفا در صفا برای ما ایجاد شود و سوال بعدی است که چرا میگر میگین؟ چرا میگر هم در این زمان گفتین جام خوفا فلسفه و حکمتش میگر که کلمه انگلیسی است به خاطر معلوم کردن مدارج و کاری استفاده میشه پس در اینجا هم در این مکتب کسی که میایه و میخواید که شاگرد از این مکتب باشه و برنامه‌اش منظم پیش ببره مثل که 12 ساله که مکتب است با لزانز و ماستری و دکترا به این شکل اگر میخواید پیش ببره ذکر و تفکر که شروع میشه و ها ایره منظم پیش میبره به خود از این ها هر کدام از این رساله به حکم یک میگر همه است آیات قرآن کریم است ما تفکر میکنیم درباره آیات قرآن کریم نظر به حدیث پیامبر که تفکر فی الله امر شده که تفکر بکنیم به الله خدا و یک ساعتش یک دقیقهش معادل یک سال یک ساعتش معادل 60 سال این که تفکر کرده میریم هاست بیشتر پیشتر گفتم که چشم ما این کیفیت پیدا میکنه که ما در هر چیزی که میبینیم برای ما همچون ماده های تفکری برای ما پیدا میشه دیگه او نظر زایریش نیست که تنها مولا بدهند باشه و ما فقط تمو نفسونیش بسنجیم و بخیمی نمیره بخوریم و که خوردیم هم خود یک دقیقه بیشتر لذت نیست با با تکلیف است تعفون و خلاصت تا دفش این حالت ایجاد میشه زبان ما دیگه آساستا سبحان الله الحمدلله و بسم الله الرحمن الرحیم باز ما قلب گفته میشه خلاصه یک حالت معنوی پیدا میشه که علاوه از این چیزهایی که آماده اینجا ماده های تفکری هر کدامش دو دا خرسه سی, سی خط ماده بر ما با حکم های جویده معنوی نگف گذاشته شده ما این را که تمرین کرده برای این تمرین کرده برای ما ساسته های تا نیست که پنج سوال ریاضی را که استاد کار کرد اونمو را ما یاد بگیریم ما دیگه سوال که غیر از او عداد که تغییر داد ما حل نه چهار عملی یاد داره شخص ضرب زبانی را هر سوال که میره حل میکنه. یا یک مثال ساده دیگه بگویم یا شما اولتراسان یا ماینی تلویزیونی را شنیدین دیدین حتما ماینه شدین یک کس عادی اگر به آشنایی نداره خود متخصصش میگه اینی مسانه اینی گرده اینی پانقره و اینی جگر است این کسی سفرا است با او یک عادی معلوم میشه او چشمش تمرین نداره او متخصص بیش از ده هزار نفر معاینه کرده مثلا که تمرین کرده چشمش امی کیفیت پیدا کرده که حال میبینه نمیگه این مسانه است و اینی آرزه در اینجاش پیدا شده جگر در اینجا چربی داره و اینی بخشش اینی مشکل داره یک کس دیگه عادی است مگر اینکه این هم تمرین بکنه و اونم علوم یاد بگیره تا چشمش و کیفیت پیدا بکنه به این شکل اگر ما واقعا کیفیت در زبان ما و در چشم ما ایجاد شد قلب و مغز ما واقعا توحیدی شدی را کاربندی کردیم همچون ماده ها برای ما پیدا شد بیشتر و بیشتر هر علم که را ما فرا میگیریم اینجا ماده ها بیشتر ماده های از, از بیولوژی و از بدن ما گفته شده دیگر انواع و اقسام مصنوعات خدای پاک بیشتر است که ما هم به شکل نوشتیم برای دیگر را ابلاغ کردیم رساندیم بفهمیم که به حکم عزیز که این معلوم کرده میره تصدیق قلبی ما را که ما روز به روز رشد کرده رستیم معلوم میکنه درجه کار ما را که ما هم تو روخانی کردیم و خواندیم و برای ما پیدا نشد بفهمیم که آرزه وجود داره مشکل وجود داره باید ما اون مشکل اصلاح بکنیم اینطور نیست که تنها مرا پورا کردن باشه و مسئله ظاهر باشه یک کسی ولو که دپلوم دکترا را به دستش بتین و در مغزش چیزی نداشته باشه در تبابت یا انجینری در سحنه عمل اینا عملیات است یا ای را تدایی بکو تشخیص بکو یا ماینه تلویزیونی را بکو یا ای یک نقشه بته تا آن خومانان نداره و سند ظاهری به همین شکل اینجا در این مکتب هم یک چیزی را هم گذاشته شده که این به حکم پیشرفتش است ما آخرین چیز را می خوانم یک پارچه شیر را از قبل آماده کردیم از مولانا بسیار جالب و واقعا آموزنده است که میشاره به این می عظیم می کنه که ما جمال و کمال خدای پاک را ببینیم با خانده باشیم با شما باش خدافیزی می کنیم می روانی می کنم مولانای بلخ هم مسجد و هم کعبه و هم قبله بهانه است دقت بکنی نور خدا داخل خانه است در مسجد و در کعبه به دنبال چی هستی اول تو ببین قلب کسی را نشکستی این گونه چرا در پی اثبات خداییم همسایه ما گشنه و ما سیر بخوابیم از دین چی جور کردیم ما که من پنج وقت نماز میخوانم بسیار مغرور هستیم و قلب بشکنان همسایه دهر مصیبت و آفات گرفتار باشه گشت نباشه هیچ دیگه اول شدگی و این خو دین خو به این شکل نیست به هم مثلا مگه نیست از ما که خودش سیر بخو و همسایه‌اش گرس نباشه چرا میگه این چگونه است همسایه ما گشت باشه و ما سیر باشیم در خلقت ما راز و معمای خدا چیست انسان خودش آینه یک کعبه مگر نیست انسان خودش ای آینه جمال شایی که توی آینه جمال شاهیست خود از این انسان که مگه ای واقعا دقت شد و مطالعه شد و جمال و کمال خدای پاک انسان پیدا میکنه و بسیار سادگی برخیز و کم کعبه آمال خودت باش چنگ به نقابت بزن و مال خودت باش تصویر خدا پشت همین کونه نقاب است همین یک نقاب ایجاد کردی یک آینه که ایجاد کردی که نمیتونی به واسطه از او ببینی تماما ظاهر میبینی لذتای ظاهری را میبینی تصویر خدا پشت همین کونه نقاب است تصویر خدا واضح و چشمان تو خواب است ولو چشمانت بیدار است لیکن نمی بینن. و ولو هم معیون چشم دانند لا یبسیرون بیا خدای پاک میگه نمی جمال و کمال خدای پاک ها. شاید که بوته در وسط زین من توس ش... باید بوته خود با نم باران خدا شست میگه شاید که یک بوت وجود داره یک فلا تجعل الله اندادا خدای پاک میگه شما انداد همتای باطنی قرار نتین فرزند زن مال ثروت قدرت شهرت اینا اگه حبش بیشتر از حب خدا شد او وقت است که یک بت است خیره که بت زایری مثل اون دو و یا دخانه خانه نداشتیم او در یک جای قرار داد ما در قلب خود ایجاد کردیم این بت که باشه با ما نمیتونیم که واقعا ببینیم همه کاروایای خدای پاک که دنیا در حقیقت به حکم یک نمایشگاه است نندارتون است که فقط جمال و کمالش خدای پاک به نمایش گذاشته و از ما امتحان می گرفته می شه که آیا با جمال و کمال خدا به ثانی محو میشیم یا به مصنوع ناچیز ما محو میشیم محبت بیشتر با مصنوع با می ثروت و قدرت و با می خوردنی و با می پوشاک و با می مسکن اینا بیشتر می ورزیم یا با خالق از اینا که بر امتحان داده و تا نعمات ابدی را ما کمایی بکنیم گویی که خدا در بدن و در تن ما است نزدیکتر از خون و رگ و گردن ما است والله خدا قدرت پرواز پرنده است یا غرش بی وقفه یک شیر درنده است خب میگه که خدا میگه نزدیک است از شارک گردن کرده خدا قدرت پرواز پرنده است اولا می روی فوق هم صافاتن و یق بزن آیا نمی به طرف ازی پرنده که بالهایشان هم می و دوباره جمع میکنن ما یومسی که هنه الا رحمان این نگاه نمیداره میگه مگر خدای رحمان که چند دانه ریزی که او میخوره او انرژی را این نفتار چقدر مصرف میشه که تیارا به پرواز می خدای پاک است که میگه او رو اروج میته و چند دانه رو میخوره تمام روز در پرواز از بالای سر ما و او نمایش میگذاره قدرت خدای پاک که کل گب به حکم دانه و نفتی مسائل نیست پیش خدای پاک کن گفت شو بدون دانم بگرد میگرده در پیله پروانه مگر دست خدا نیست پیدایش پروانه بگو معجزه کیست <applause> پیله ای مگر دست خدا نیست که میره ساخته یا پی... پروانه رو میبینیم با چی زیبایی ساخته شده چیگونه بال میزنه و ای و... پیش و... بش... بسط ب... بالا هم نیست پایین که ما بیشتر ببینیم همین میگه موجزه خداوندی نیست موجزه طلبی درستی این خودش به حکم موجود است مثل ازی که در قوم گذشته از از کو مثلا شطر کشیده میشد محتاب شق می شد چرا دنبال از او چیز از خود نمی پروانه گزفند، خود از گنجش اینا کلش به حکم یک معجزه هست اگر شرطی که او بوت دور بکنی و چشم آشنا شوه بیشتر مثال دادم دیگه یک سری و ماینی تلویزیونی و اینا را احساس خلا جزر و مد آب دریاست آنجا که نفس در بدن, در بدن ماهی دریاست آنجا که نهنگ پی ماهی سر جنگ است تدبیر خدا در سر افکار نهنگ است باید که خدا را بدل کو ببینیم در جسم و تن و در نفس و رو ببینیم باید خدا را به هر جا و هر وقت به حکم ما تولو فسم و وجه الله باید ما تماشا بکنیم و ببینیم با امید ازی که همچه مسلمان های علمی و عملی همه ما و شما باشیم انشالله تا ای که الگوی واقعی نمایندگی واقعی را از اسلامیت و مسلمانی کرده بتانیم و سرفراز هر دو دنیا باشیم از بارگاه خدای پاک برای همه شما سعادتمندی ظاهری و باطنی و این سرفرازی دنیا را برای تک تک شما بیننده های عزیز تمنا دارم با امید از اینکه بحثات جالب بوده باشه این نو لکچر پیرامون مبحث ماچرا ما بود بازم تاکید میکنم از فیسبوک یوتیوب کسایی که اگر مرتب شنیده نتونستن میتونن بشنون همه شما را به خدای پاک می سپارم خواستار دعای خیر شما عزیزان هستم الله حافظ ناصرتان باد السلام علیکم و رحمت الله و برکاته